باید قشنگ باشه. این چه خدایی که خونه بچه رو میخره؟ خدای بعضی ها تو این عالم سر بچه رو میخره. من به این خدا کافرم، بدم میاد از این خدا، حالم به هم میخوره از این خدا، بعدم میاد از این فکر، از این عمل، از این رفتار. چه خدایی آخه؟ اصلا قشنگ. آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون از نامحرم نپوشونه موهاشو، این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنه از چند سال؟ مثلا 100 سال، 10 سال. بعد میشه بگید یک روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که انقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره، سخت میگذره. میخوام بگن سخت میگذره. یعنی یه دختری موهاشو گذاشته بیرون، بعد خدا 1000 سال اینو مو آویزون میکنه، بعد وسط آتیش، بعد مثلا طرف میگه من تشنم، جیبش میدن تو جهنم. زقوم ها، زقوم چیه گفتن؟ چرک و خون جوشیده، داره میجوشه، قل میزنه چرک و خون، بعد زقوم میریزن تو حلقش، میگه روده ها رو هضم میکنه، از بدن خارج میشه، درد رو میچشه. یه میلیون سال یارو آویزون میکنن که موهاتو نامحرم دیده. میخوام بگم یه خدایی درست کردی اون بالا جلاد خونه را انداخته. خب مؤمنین اینجوری هم میخواد دیگه، اینا برای کدوم خدا دارن قربونی میکنن؟ برای خدایی که یه تار مو رو 1000 سال آویزون میکنه، بعد چرک و خون رو میده بجوشونن، میگه اینو به جای آب بدید بخور. آقای بلگران راسل تو کتابش می‌نویسه این چه حرفی است که این مذهبی ها دارن میگن؟ میگن ما یه خدایی داریم که ما در این دنیا یه جرمهای خیلی کوچیکی مرتکب شدیم، هی مرتب اونجا هی داره ما رو مجازات میکنه، مجازات میکنه، مجازات میکنه. این بابا اینقدر شعورش نرسیده که بابا این مجازاتی که تو کلت رفته مجازات اجتماعی است، مال زندگی این دنیاست. یه اصلا حس نکرده و نفهمیده که اون دنیا با این دنیا فرق دارد. اگه خدا برای اون دنیا مجازاتی و پاداشی جدا از اعمال احدی معرفی نکرده، فقط اعلام کرده آقا هر کسی به سوی اعمال خودش مشغول میشه دیگه، بشه تحریم. این حرفهای کودکانهی که احیانا توی نوشته های کتاب ها میمیسه، این احمقیست، از روی بی‌مطالعگیست. کسی که فل جمله با معارف اسلامی آشنایی داشته باشه میفهمه که امثال برتران راسل یه کودک دبستانی هم به خدا قسم به شمار نمیارن. این برتران راسل در افکار فلسفی در نظر من مثل یه بچه است، یه شارلاتان به علمه داره. اینو نمیدونن، اینا حتی الفبای معارف الهی رو به خدا قسم نمیدونن، با الفباش آشنایی نیستن تا حرف میزنن. چه باید کرد؟ هرچی که از مغرب ذلیل آمد آستین اونها نو، و هر کرندی که میگن درست است، میگن درست است. وقتی که ما بگیم، میگن مگه میشه مثلا یه فیلسوف مغرب زمینی هم اشتباه کرده باشه؟ حتی الفباش هم نمیدونن. حالا اون هر به هم جهنمی بخواد برن برن، ولی ما چرا باید گول اون حرفا رو بخوریم؟ ما چرا باید آخرت فراموش کنیم؟ ما چرا باید معاد فراموش کنیم؟ ما چرا باید ندای قرآن رو فراموش کنیم؟